در قاب دیگری از حاشیه نیوز ببینید، رصد هواپیمای جاسوسی آمریکایی توسط ایران، قدرت راداری ایران از نگاه نشنال اینترست. آذر ماه سال 93 قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا برای نخستین بار از اعلام اخطار به یک فروند هواپیمای جاسوسی U2 آمریکایی خبر داد. دو سال بعد در سوم مهر ماه سال 1395 نیز فرمانده وقت قرارگاه پدافند هوایی خبر کشف و اعلام اخطار به هواپیمای U2 آمریکایی را اعلام کرد. اما ماجرای کشف و اعلام اخطار ایران به هواپیمای U2 آمریکایی به همین جا ختم نمی شود و در سال 96 نیز یک بار دیگر این هواپیمای ما در تور شبکه پدافندی ایران میافتد و امیر اسماعیلی روند کشف اعلام اخطار به این هواپیما را این گونه بیان میکند. قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا از 10 دقیقه پیش از اخطار و زمانی که این هواپیما از پایگاه خود پرواز کرد آن را رصد میکرد و زمانی که متوجه شد که این هواپیما تمایل به جاسوسی دارد به خلبانان آن تذکر داد. کل این عملیات یعنی اعلام اخطار 30 ثانیه طول کشید و ساعت 9:30 صبح روز نخست فروردین 96 و 4 ساعت مانده به سال تحویل اتفاق افتاد. هواپیمای U2S آخرین نسخه از این هواپیما است که همکنون عملیاتی است. از همان زمان این موضوع مطرح بود که ایران چگونه توانسته است این هواپیما را از زمان برخاستن از باند پایگاهش رصد کند و پیش از رسیدن آن به مرزهای ایران به آن اخطار دهد. هواپیمای U2 یک هواپیمای شناسایی پیشرفته و دوربرد ساخت شرکت لاکهید مارتین آمریکا است و حدود 50 سال است که در نیروی هوایی آمریکا به کار گرفته می‌شود. اگرچه این هواپیمای جاسوسی رادارگریز نیست، ولی سقف پروازی بالا و قابلیت پرواز در ارتفاع 21 کیلومتری آن موجب شده تا کشف آن توسط رادارها قدری مشکل باشد. همچنین این هواپیما قابلیت 12 ساعت مداومت پروازی دارد. البته تاکنون 3 فروند از این نوع هواپیما توسط کشورهای کوبا در 27 اکتبر 1962 و چین 10 ژانویه سال 1965 و شوروی سابق در اول می 1960 شناسایی و سرنگون شدند. جالب است که هر سه کشور نیز با استفاده از موشک‌های S-75 یا همان موشک‌های سام-2 که یک موشک ارتفاع بالای پدافندی و ساخت شوروی است، این هواپیما را منهدم کردند. در سال‌های اخیر ارتش ایالات متحده پهپاد پیشرفته RQ-4 گلوبال هاوک را برای جایگزینی این هواپیما طراحی و تولید کرد، اما گلوبال هاوک نتوانست به جایگزین مناسبی برای U2 بدل شود. ضمن آنکه پهپاد MQ-4C ترایرتون که نمونه دریایی پهپاد گلوبال هاوک است، نیز در تاریخ 3 داده 98 از زمان برخاست از پایگاه الظفره امارات توسط پدافند ایران رصد شده و با شلیک سامانه موشکی 3 خرداد در نزدیکی تنگه هرمز منهدم شد. مهر ماه امسال سردار تقی‌زاده جانشین وزیر دفاع در دومین همایش مصون‌سازی زیرساخت‌ها از توقف پرواز هواپیماهای جاسوسی U2 آمریکایی بر فراز آسمان منطقه خبر داد و گفت که پس از رونمایی ایران از سامانه پدافندی باور 373 هواپیماهای U2 آمریکایی که از قبرس پرواز می‌کردند و هفته ای 2 مرتبه بر فراز آسمان منطقه گشت زنی می‌کردند، پروازهای خود را متوقف کردند. پایگاهی که U2های آمریکایی از آن برای پرواز بر فراز آسمان منطقه استفاده می‌کردند، پایگاه هوایی آکورتیری واقع در جنوب قبرس و متعلق به نیروی هوایی انگلستان است. نمایی از پایگاه هوایی آکورتیری نیروی هوایی انگلیس در جنوب قبرس در تصویر 2 فروند هواپیمای C-130 و 2 فروند بالگرد CH-48 شینوک دیده می‌شوند. U2های آمریکایی از سال‌ها پیش در این پایگاه مستقر بوده و در جریان حمله آمریکا به عراق و افغانستان هم از این پایگاه برای اجرای مأموریت استفاده می‌کردند. فاصله این پایگاه از مرزهای غربی ایران در حدود 1200 کیلومتر و مرزهای جنوبی ایران در حدود 2000 کیلومتر است. لذا برای رصد و شناسایی پروازهای این پایگاه نیاز به رادارهای برد بلند ماوراء افق نگر است. در فاصله سالهای 93 قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا از یک رادار ماورای افق نگر سپهر با برد بیش از 2500 تا 3000 کیلومتر رونمایی کرد که با توجه به فاصله قبرس تا ایران احتمالاً این رادار توانسته هواپیمای U2 آمریکایی را از زمان برخاستن از پایگاهش در قبرس کشف کند. رادارهای ماورای افق با تاباندن پرتو راداری فرکانس خاص به سمت جو امکان رصد زمین و آسمان منطقه مورد نظر را بسیار فراتر از میزان قابل پوشش با
رادارهای معمولی دارد. در واقع رادارهای معمولی مستقر در ارتفاع سطح دریا به دلیل انحنای کره زمین امکان مشاهده اهداف در بعد بیش از 30 کیلومتر در سطح زمین یعنی ارتفاع پایین را ندارند و به همین دلیل یا باید روی یک برجک و یا در ارتفاعات نصب شوند. اما رادارهای ماورای افق به واسطه استفاده از قابلیت بازتاب امواج با باند فرکانسی خاص از جو زمین می توانند هم اهداف هوایی و هم اهداف زمینی را تا فواصل بسیار زیاد کشف و به عنوان اولین حلقه از هشدار زود هنگام در شبکه پدافند هوایی عمل کنند. آبان ماه سال 1393 رادار کیهانی سپه با برد بیش از 2500 کیلومتر با موفقیت تست شد. این رادار که تاکنون تصویری از آن منتشر نشده، یک رادار برد بلند است که اهداف رادارگریز با سطح مقطع بسیار پایین را کشف می‌کند و قابلیت شناسایی تمامی اهداف در ارتفاع پست، ارتفاع متوسط و ارتفاع بالا را دارد و اهداف ریز پرنده موشک‌های بالستیک و نیمه بالستیک و نیز موشک‌های کروز به راحتی توسط این رادار کشف و شناسایی می‌شوند. در بهمن ماه سال 93 هم امیر اسماعیلی از پیشرفت 40% استقرار رادار سپهر در مناطق مختلف کشور خبر داده بود که قاعدتاً تا الان باید درصد زیادی از این استقرار عملیاتی شده باشد. ایران از سامانه راداری فلق رونمایی کرد که گفته شد بازسازی شده سامانه روسی گاما است. به گفته فرمانده نیروی پدافند هوایی، رادار این سامانه میتواند از جمله موشک‌های کروز و بالستیک را در شعاع 400 کیلومتری شناسایی کند. جمهوری اسلامی ایران شنبه 19 مرداد ماه یعنی 10 اوت یک سامانه پدافند هوایی جدید را رونمایی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از امیر علیرضا صباحی فرد، فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، رادار این سامانه قادر است انواع موشک‌های کروز، هواپیماهای پنهانکار، سامانه‌های پهپادی و همچنین موشک‌های بالستیک را در شعاع 400 کیلومتری کشف و شناسایی کند. خبرگزاری ایسنا می نویسد که این سامانه راداری فلق نام دارد و نمونه خارجی آن با نام گاما در سالهای گذشته به ایران وارد شده و به علت تحریم و نبودن قطعات فنی و عدم توانایی گروه‌های خارجی قابل بهره برداری نبوده است. رادار جستجوگر گاما یکی از محصولات پیشرفته شرکت روسی آلماز آنتی به شمار می آید. این رادار برای نخستین بار در مهر ماه سال 1396 طی رژه نیروهای مسلح یگانهای محمول پدافند هوایی خاتم الانبیا در معرض دید عموم قرار گرفت. وبسایت خبری مشرق نیوز در گزارش مفصلی که 4 مهر 96 درباره رادار گاما منتشر کرده است نوشته است گاما همچون سایر رادارهای پیشرفته روسی مانند کاستا و نبو توانایی مرتبط شدن با سامانه‌های دفاع هوایی موشکی مدرن روسی همچون S300 و S400 را دارد. ایران در فروردین 95 سامانه دفاع موشکی S300 ساخت روسیه را نصب کرد. ایسنا می‌افزاید که این سامانه راداری توسط نیروی پدافند هوایی ارتش بازسازی و به نام سامانه فلق رونمایی شده است. رونمایی از سامانه تسلیحاتی جدید در زمانی صورت می‌گیرد که تنش‌های میان ایران و آمریکا افزایش یافته است. نشنال اینترست در گزارش ادعا می‌کند که ایران و چین در حال طرح‌ریزی برنامه هوایی جدی هستند که می‌تواند موجب سقوط هواپیماهای رادارگریز آمریکایی شود. از نظر نشنال اینترست، سیاست دفاعی و نظامی چین در طول این چند سال تغییر کرده و به خصوص شرکت‌های تولید سلاح این کشور در حال صادرات پیشرفته‌ترین تجهیزات خود هستند. بزرگترین تغییر سیاست دفاعی چین در زمینه نیروی هوایی رخ داده است، آنجا که دولت چین شرکت‌های تولید سلاح این کشور را به سمت بین‌المللی کردن سیستم هوایی پیچیده خود کرده است. نشنال اینترست به نقل از وار ایز بورینگ معتقد است که یک شرکت چینی به نام پولی تکنولوژی در حال شراکت و همکاری عمیق با جمهوری اسلامی ایران است. نشنال اینترست مدعی شده که این شرکت یکی از مهمترین کمپانی‌های مرتبط با تولید سلاح در جمهوری چین است و تخصصش هم تأمین تجهیزات و لوازم مورد نیاز در تولید تسلیحات و تجهیزات دفاعی هوایی است. پولی تکنولوژی با شرکت‌های مختلفی در سراسر دنیا شراکت دارد و حتی همکاری‌هایی را با برخی از کمپانی‌های بزرگ خودرو مانند فراری داشته است. پولی تکنولوژی وظیفه دارد قطعات چند کاره که در تولید جنگنده و سیستم هوایی به کار می‌رود را از سایر کشورها به چین بیاورد. نشنال اینترست در ادامه تاکید کرد که این کمپانی با مؤسسه 14 چین همکاری دارد. شرکتی که تخصصش تولید رادارهای فوق پیشرفته است و 9000 نیروی متخصص و نیمه متخصص را در استخدام خود دارد. نشنال اینترست مدعی است که این دو شرکت چینی یعنی مؤسسه 14 و پولی تکنولوژی در حال همکاری جدی با ایران در زمینه تجهیزات
تجهیزات دفاعی هستند. این وبگاه آمریکایی در ادامه چند ادعای دیگر را با هم مطرح می‌کند، من جمله اینکه ایران بر اساس مدل طراحی چین و روسیه در حال تجهیز نیروی هوای خود و بازسازی آن است. از نظر نشنال اینترست، طراحی سیستم راداری نیروی هوایی ایران بر اساس مدل‌های چینی است که خود به شدت تحت تأثیر مدل روسی یا شوروی هستند. از نظر نویسنده گزارش، به طور مثال سیستم رادار پدافند هوایی معراج 4 بر اساس سیستم چینی JYL-1 طراحی شده و توسعه یافته است. We'll be right back.